استوری معنادار مونا مهرجویی در مورد قاتلان پدر و مادرش لحظاتی پیش حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. مونا مهرجویی فرزند زنده‌یاد استاد داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر لحظاتی پیش با منتشر کردن یک استوری معنادار در رابطه با دستگیری و اعترافات قاتلان پدر و مادرش این چنین نوشت: تا کنون هیچ یک از شواهد و مدارک و اقاریر و آثار جنایت توسط ما بررسی نشده. تا بررسی همه ابعاد و حضور در پرونده و روند دادرسی، قاتل از نظر ما مشخص نیست. مونا در ادامه این استوری تصویری از یکی از شبکه‌های خبرگزاری رو منتشر کرد که وکیل او نوشته بود: تا روشن شدن ابعاد جنایت از معرفی قاتلین احتمالی داریوش مهرجویی پرهیز شود. و همچنان این استوری معنادار مونا مهرجویی ثابت میکنه که او قبول نداره که قاتلین پدر و مادرش کریم و میرویس و داوود و اسکندر 4 جوان افغانی هستند و او به دنبال کشف حقایق و به دنبال قاتلان اصلی پدر و مادرش است. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به آخرین عاشقانه های مونا با مادرش زنده یاد وحید محمدی فر و آخرین فداکاری و جانی که وحید برای مونایش داد. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. آخرین عاشقانه های مادر و دختری مونا مهرجویی به همراه مادرش زنده یاد وحیده محمدی فر قلب همه رو به درد آورد. مونا مهرجویی با منتشر کردن یک ویدیوی کوتاه از خودش به همراه مادرش در حال آواز خوندن و آهنگ محسن ابراهیم زاده بود و این آخرین باری بود که مونا به همراه مادرش داشت زندگی رو عاشقی میکرد و تجربه مادری داشتن رو در این دنیا حس میکرد. در این ویدیو وحیده محمدی فر در حال رانندگی کردن و آواز خواندن با تنها دردانه دلبندش هستش، دردانه‌ای که حالا دیگر نه پدر دارد نه مادر. به راستی مونا این روزهایش رو چطور سپری میکند؟ آیا کسی غریبانه ها و شبگریه های مونا رو میبیند؟ آیا کسی به یاد او گریه می کند و حال او رو از دور و از نزدیک جویا می شود؟ اینها آیاهایی هستند که دیگر پاسخی برای آن وجود ندارد، چون در هر حال و در هر صورت انسان تنها به دنیا میاد و تنها زندگی می کنه و تنها از بین میره. اما انسان در طول زندگیش قبل از مرگش بارها و بارها می میره. این درست همون تجربه زندگی کردن و مردن هستش که مونا این روزها داره. یعنی در اوج زندگی او رو به یاد پدر و مادرش در قتلگاه می اندازد و او برای تنها زیستن و تنها ادامه دادن نیاز به همدم و همصحبت و پناه و یک تکیه‌گاه دارد. آیا خبری از خواهر و برادر او هست؟ اینها سوال‌های پر رمز و رازی هست که برای بسیاری از مخاطبان ما همیشه جای سوال بوده. اما در این ویدیو مونا مهرجویی آهنگ عشقم عاشقتم دستتو میگیرم محسن ابراهیمی رو میخونه و این آهنگ یک آهنگ بسیار آرام و بسیار دلگیره. آهنگی که وحیده برای آخرین بار برای تنها دخترش این آهنگو میخونه و میگه: دستاتو میگیرم و برای تو میمیرم. و اما دلنگرانی های وحید محمدی فر در قتلگاه، جایی که واقعا برای مونا دخترش جان داد و مرد، اما بدون اینکه دستاش توی دستای مونا باشه. جالبه بدونید که خانم محمدی فر، مادر مونا کوچولو، در آخرین لحظات زندگیش به شدت نگران مونا بوده. نگران این بوده که نکنه مونا هم به منزل برسه و وارد خونه بشه و در نهایت قاتلان بخوان با نقشه شومشون مونا رو بکشن.
و اما پیامکی که نصف و نیمه نرسیده باقی ماند و وحیده‌ای که دلنگران تنها فرزندش از این دنیا رفت. اما در ادامه این ماجرا می پردازیم به اعترافات جدید از قاتلان در صحنه قتل و بلایی که و بهتر بگیم بلای نوجوان مردانهی که سر آقای مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فراوردند. بهتر بدونید که این روزها هر کدوم از ما سخت زندگی رو داریم زندگی میکنیم و اما یک چیزی رو که اگر صادقانه هممون بخوایم بگیم اینه که هیچ کدوممون از زمانی که متوجه قتل آقای مهرجویی و همسرش شدیم نتونستیم به مونا و موناها بی توجه باشیم، نتونستیم به یاد مونا نباشیم. امیدوارم که خواهر و برادر مونا مهرجویی هم یار و یاور همیشگی مونا بمونند و سعی بکنند که به جای پدر و مادر مونا برای او به عنوان یک خواهر و برادر و پدر و مادر هم باشند. دوستان عزیز، اما در ادامه این ویدیو می پردازیم به جزئیات و اعترافات قاتلان از صحنه قتل و نحوه بریدن گلوی وحیده محمدی فر و آقای داریوش مهرجویی. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. کارگاهان پلیس آگاهی زیر نظر دادستان فردیس تحقیقات را برای بازگشایی و رازگشایی این جنایت بزرگ آغاز کردند. بر اساس اعلام پلیس 4 مظنون در قتل شناسایی شدند و در حال حاضر در حال بازجویی هستند. داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر بین ساعت 9 تا 10 شنبه شب در خانه ویلایی خودشون در شهرک زیبادشت شهرستان فردیس به قتل رسیدند. شهرکی که ورودی های آن نگهبانی دارد و فقط اهالی به راحتی می توانند وارد شوند. اگر مهمان باشید در صورت تماس نگهبان با میزبان و تایید او می توانید وارد شهرک شوید. البته این شهرک مهمانان موقتی هم دارد، کارگرانی که هر روز صبح برای کار در پروژه‌های ساختمانی وارد شهرک شده و غروب خارج می‌شوند. مدیر شهرک می‌گوید علاوه بر نگهبانی ورودی شهرک در خیابان‌ها هم گشت‌زنی داریم تا امنیت اهالی تامین شود. تا به حال در این شهرک گزارش سرقت یا قتل نداشتیم و دیشب با قتل داریوش مهرجویی و همسرش شوکه شدیم. قاتل هر فردی باشه نمیتونسته به راحتی از در ورودی وارد بشه. آنطور که لیست ورود خروج نگهبانی نشون میداد، آقای مهرجویی و همسرش هیچ مهمانی در اون شب نداشتن و به احتمال زیاد قاتل از طریق دیوارهای اطراف شهرک وارد شده بود یا از قبل در این شهرک مخفی شده بود تا در فرصت مناسب نقشه را عملی کنه. یکی از شبکه‌های خبرگزاری و خبرنگاران نوشته بود ساعتی بعد از قتل به صحنه میرسم و نگهبان اجازه ورود نمیده و تاکید داره به او گفتند خبرنگاران وارد نشوند. سرانجام بعد از هماهنگی وارد شهرک شدم. خانه داریوش مهرجویی در قسمت انتهایی شهرک قرار دارد، خیابان لادن شرقی پلاک 14، خانه ویلایی یک طبقه سفید رنگ با در و پنجره هایی به رنگ سبز. ارتفاع دیوار و در زیاد نیست و با یک جهش می شود به آن سمتش پرید. ورودی خانه با نوار زرد رنگ صحنه جرم محصور شده و تیم جنایی در داخل ساختمان مشغول بررسی صحنه هستند تا شاید ردی از قاتلان پیدا بکنند. جسد داریوش مهرجویی در ورودی آشپزخانه افتاده، ضربه های چاقو به گردنش اصابت کرده و رد خون روی سرش حکایت از وارد کردن ضربه سنگین به سرش دارد. شدت ضربه به حدی بوده که باعث شکستن چوب شده. حدود 3-4 متر اون طرف در جسد وحیده محمدی فرد داخل اتاقش غرق در خون افتاده بود. قاتلان با سنگدلی گلوی این زن رو بریده بودند. اونطور که صحنه قتل نشون میداد، آقای مهرجویی و همسرش غافلگیر شده بودند و ورود به این خونه با زور و غلبه نبوده.
در قاب صندوق باز و خالی بود. در نگاه اول به نظر می رسید آقای مهرجویی و همسرش قربانی سرقت شدند. نوع قتل فرضیه کینه یا انتقام رو هم مطرح کرد. اما نکته مهم آشنایی داریوش مهرجویی با قاتلش بود. آشنایان آقای مهرجویی گفتند او مرد حساسی بود و در را به روی غریبه ها باز نمی کرد. در مقابل خونه آقای مهرجویی یک محوطه خاکی وجود داره که ماموران احتمال میدن قاتلان از اونجا وارد شدن. در نزدیکی خونه آقای مهرجویی یک کانکس هم وجود داره که محل استراحت 4 کارگره. این کارگران در ساختمان کناری محل قتل در حال کار و بازسازی ویلا هستند. اونها شب حادثه صدای درگیری نشنیده بودند و ساعت 10 شب با صدای دختر آقای مهرجویی متوجه قتل میشن. مونا دختر 17 ساله آقای مهرجویی ساعت 10 شب از کلاس نقاشی به خونهشون اومد و با دیدن جسد پدر و مادرش با پلیس و اورژانس تماس گرفت. او در جریان تحقیقات گفته بود در محله جهان شهر کرج به کلاس نقاشی رفته بودم که مادرم ساعت 23 دقیقه به من پیام داد و خواست برای شام به خونه بیام. ساعت 10 شب به مقابل خونه رسیدم، در زدم اما کسی در رو باز نکرد. کلید انداختم و بعد وارد خونه شدم. ابتدا با جسد پدرم در نزدیکی در و بعد با جسد مادرم در اتاقش روبرو شدم. یکی از اهالی که از دیشب در محل حضور داشت در این باره به خبرنگار جامع جم گفت مونا با نگهبانی شهرک تماس گرفت و ماجرا رو اطلاع داد. بعد مدیریت مجتمع و نگهبانان آمدند. ابتدا اورژانس رسید که مرگ هر دو نفر را تایید کرد. بعد هم ماموران آمدند و تحقیقات را آغاز کردند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، اجساد با دستور قاضی ناصر خاکی دادستان فردیس به پزشکی قانونی منتقل شدند. تیم جنایی اعلام کردند که بررسی‌های خونه نشون میده ورود قاتل یا قاتلان بدون زور و اجبار بوده و اثر انگشتی در آشپزخانه پیدا شده که مربوط به مرحوم مهرجوییه. همچنین اثر انگشت دیگری هم پیدا کردیم که احتمال میدهیم برای قاتل باشد. از ساعت 11 شب شنبه تا ظهر یک شنبه تیم‌های بررسی صحنه جرم در محل قتل حاضر بودند. همچنین از تیم سگ‌های تربیت شده برای کشف سرنخ از عامل قتل هم استفاده شد. اما توضیح وکیل مهرجویی از تهدید هفته گذشته وحیده محمدی فر. ماجرای تهدید وحیده محمدی فر توسط مرد چاقو به دست و پست او درباره این ماجرا قبل از قتلش یکی از موضوعاتیه که از چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. برخی معتقدند جنایت شامگاه شنبه با این تهدید ارتباط مستقیم داشته. یکی از نگهبانان شهرک گفته آن شب خانم اما از اون مرد مهاجم روی به دست نیاورد. از مرد محمدی فر خواستی با پلیس تماس بگیره اما قبول نکرد. اما خبرنگار بعد از مصاحبه با نگهبان ساختمان آقای مهرجویی در نیاورد برای بررسی این موضوع سراغ فرهنگ سروری وکیل داریوش مهرجویی رفتیم که او جزئیات تازه‌ای از ماجرا رو تشریح کرد و گفت ببینید این ماجرا طولانیه اما اگر بخوام کوتاه توضیح بدم، چندی قبل آقای مهرجویی و همسرشون و دخترشون سفری به فرانسه داشتند و کلید خونهشون رو به یکی از آشناهاشون دادن تا از خونه مراقب باشه. وقتی از سفر برگشتن متوجه سرقت دو صندوق از خونهشون شدن. موضوع رو به من گفتند که روز جمعه به خونهشون رفتن و با اون فردی که در این مدت محمد فر مدرد ورود مرد چاقو به دست از خونه
پدرش صدای مرد مهاجم آشنا بوده و فرد قصد تغییر صدای خودش رو داشته تا شناسایی نشه. آقای وکیل در ادامه گفت این زوج ساعت 11 شب در رو قفل می کردند. اون شب دخترشون ساعت 10:10 شب به خونه بر می گرده و به محض اینکه در رو باز می کنه با پیکر پدرش روبرو می شه که از سرش خون جاری شده بود. تیم جنایی تحقیقات در این باره فعالیتش رو آغاز کرد و با توجه به سرنخ‌های موجود امیدوار شد که زودتر قاتلان رو پیدا بکنه. در بررسی صحنه رد خونی روی دیوار پشتی پیدا شد که احتمال می‌دادند قاتل از اونجا وارد و خارج شده. همچنین آقای وکیل گفت علت مرگ ضربه‌های چاقو بوده و بریدن گلوی خانم محمدی فر هم دلیلش این بوده که کاملا مطمئن بشن که ایشون مرده و علایم حیاتی به زندگی دیگه نخواهد داشت. البته بررسی‌های پزشکی قانونی هم نشان داد که به هیچ کدوم از این زوج در واقع تجاوزی صورت نگرفته، اما بر اثر خونریزی شدید به علت ضربات چاقویی که به این زوج وارد شده در نهایت بعد از اون خونریزی شدیدی داشتن و هر دوشون به جهت خونریزی شدید جان خودشون رو از دست دادن. البته گلوی خانم وحید محمدی فر کاملا بریده شده بود و دیگه احتمال بازگشت به زندگی رو نداشتند. دوستان عزیز، این هم پایان ماجرای داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر بود. لطفا نظراتتون رو راجع به قتل داریوش مهرجویی و همسرش در قسمت کامنت ها بنویسید و واقعا این بعد از قتل بابک خرمدین یکی از قتل های جنایی پر رمز و رازی بود که در واقع هنوز هم پیچیدگی های خاص خودش رو داره. نظر شما چیه؟ قاتل اصلی کیه؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک و سایر کشورها همچون انگلیس لطفا شیر بکنید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا نیوز تیوی و فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی تایپ کنید و سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید و منتظر ویدیوهای جدیدمون بشید و حتما روی کلمه سابسکرایب هم کلیک بکنید تا به محض اینکه ویدیوی جدید رو منتشر کردیم شما جز اولین نفرهایی باشید که از اخبار و حواشی هنرمندان مطلع میشید. شب و روز بر شما عزیزان خوش.